با درود و سلام خدمت شما عزیزان بیننده، خوشحالیم که در یک برنامه دیگه میتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم. در برنامه کتاب مقدس پاسخ میدهد در خدمت شما عزیزان هستیم. خوشحالم که میتونم با دوست بسیار عزیزم جناب دکتر ساسان توسلی در خدمت شما عزیزان باشم. ساسان جان، مرسی. رضا جان، دیگه رسیدیم دوباره قسمت آخر این سری برنامه هایی که با هم توی این هفته توی استودیو درست کردیم. امیدوارم که تونسته باشیم یه سری از سوالات جواب داده باشیم توی این چند برنامه‌ای که با هم درست کردیم و امیدوارم که برنامه های مفیدی بوده باشه. بله، از بین سوالاتی که دوستان عزیز برای ما فرستادن در رابطه با عهد عتیق به طور خاص سوالاتی شده و اینکه اون جنگ هایی که اتفاق افتاده و اون تصویری که از خدا در عهد عتیق هست رو یا به نظر میاد رو شما چند برنامه در رابطه با این مسئله سوالات صحبت کردید و حالا میخوایم که بیشتر در این رابطه برای حالا میخوایم وارد بیشتر صحبت رو باز بکنیم. از جلسه گذشته شروع کردیم مبحث جنگ و به خصوص فتح سرزمین کنعان. بله. که به نظر میاد خیلی بیرحمانه خدا دستور داد این قوم اسرائیل بره و مردم کنعان رو نابود بکنه و صحبت کردیم که صحبت کنعان در درجه اول مجازات خدای قدوس روی انسان گناهکاره، روی اقوام گناهکار سرزمین کنعان. صحبت قلدربازی و مغلبازی قوم اسرائیل نیست که برن یه مردم مظلومی رو نابود بکنن و اون سرزمین رو با قلدری بگیرن، بلکه خدا گفتش که به خاطر گناهان این مردم این سرزمینه که خود زمین داره اینا رو مثل حالت تحقیق میکنه، بالا میاره استفراغشون استفراغ میکنه و بعد داره از قوم اسرائیل استفاده میکنه خدا به عنوان وسیله داوری گناه اون اقوام. و بعد به خود اسرائیل هم خدا هشدار داد که شما هم اگر این کار رو تکرار کنید من شما رو از این زمین بیرون میکنم و خدا قوم های دیگه رو بلند میکنه تا اسرائیل رو بیاد و مجازات بکنه. پس این تصور که بین کلام شما، البته پس این تصور که عده‌ای تصور میکنن که این یک جهاد در راه خدا بوده، خدا دستور داده برید بکشید، این در راه خدا کشتن اصلا یک چیز معصومی بوده، باید این کار میکردن، این تصور درستی نمیتونه باشه. اصلا این موضوع حالا به قول معروف holy war، جنگ مقدس یا جنگ الهی، این همچین چیزی در عهد عتیق ما نداریم. یعنی فقط این دستور فتح سرزمین کنعان دستور خدا به قوم اسرائیل در یک مقطع زمان برای یک مکان جغرافیایی برای یک سری اقوام در سرزمین کنعانه، نه دستور ابدی ازلی همیشگی و جهانی بر طبق دستور جهاد که جهانی حد و حدود نداره. فقط این نبود که پیغمبر اسلام دستور بهش داده بشه که با بت پرستای قریش در عربستان باید بجنگی، بلکه دستور فتح دنیا و برقراری یک دین هست. ولی در قوم اسرائیل برقراری دین اسرائیل نیست، دین یهود نیست. انبیای بعد نمیان بگن بله شمشیر به دست بگیرید و برید دشمنان خدا رو بکشید، همچین خبری نیست. پس یک هدف خاصی هست توی داستان یوشع و فتح سرزمین کنعان که دیگه ما همچین چیزی رو نمیبینیم در بقیه عهد عتیق. پس حالا میخوایم این موضوع رو ادامه بدیم، ابعاد مختلف دوباره این مسئله رو بیشتر باز بکنیم. دارم از کتابی استفاده میکنم، تیتر کتابش هست Is God a Moral Monster؟ آیا خدا یک هیولای اخلاقیه؟ و زیرنویسش هست Making Sense of the Old Testament God، سردر آوردن از خدای عهد عتیق. کتابش همین سال 2011 چاپ شده. پال کوپن نویسنده این کتاب هست، یک فیلسوف آمریکایی مسیحی هستش، خیلی نوشته های کتاب های خوبی رو تا حالا چاپ کرده. حالا از یه فصل دیگه این کتاب من میخوام است و موضوع دیگه هم تو این کتاب هست در رابطه با موضوع زن در عهد عتیق، بردهداری در عهد عتیق، غذاها و حیوانات حرام و حلال و نجس و پاک، معروف نجس و پاک. پس ابعاد دیگه هم هست که بنده حالا واردش نمیشم تو این سری برنامه ها. ولی قسمت سرزمین کنعان رو خود نویسنده چند فصل میذاره برای جنگ های سرزمین کنعان و میخوایم این صحبت رو بیشتر باز بکنیم. خب حالا وقتی که ما کتاب یوشع و داوران رو میخونیم به نظر میاد که بله خدا دستور داد که قوم اسرائیل بره و تمام مردان و زنان و بچه ها و حیوانات و هر موجودی تو این سرزمین رو
قوم اسرائیل باید بره قتل عام بکنه، بکشه، نابود کنه و این دستور خدا بود توی کتاب، در کتاب تثنیه ما همچین آیاتی داریم، حالا بهش اشاره میکنم. و بعد یوشع رفت این کارو کرد. پس قوم اسرائیل بدتر از مغولا رفت و تمام این سرزمین رو اینطوری فتح کرد. ولی واقعیت اینه که همچین اتفاقی نیفتاد، نه وقتی که ما عهد عتیق رو میخونیم دقیق، نه وقتی که به شواهد باستان شناسی نگاه میکنیم. یعنی بر طبق، حتی میگم وقتی سری یه سری آیات عهد عتیق رو میخونیم، یا تو کانون شادی در زمان بچگی درباره یوشع، مثلا جنگ های یوشع شنیدی، فکر کنیم که بله همش با شمشیر رفتن فتح کردن. ولی وقتی دقیق تر خود کتاب یوشع و کتاب داوران رو میخونیم و بعد میگم شواهد باستان شناسی، میبینیم که پروسه رفتن اسرائیل به سرزمین کنعان یه پروسه خیلی طولانی تری بود. قسمت هایی رو قوم خدا فتح میکنه، ولی بقیه جاها رو با جنگ نمیاد نابود بکنه، بلکه به مرور زمان تدریجی اونها اونجا مقیم میشن و خودشون رو اونجا بنا میکنن. حالا نگاه میکنیم به یه سری آیات. پس ولی بذار این آیه رو با یه آیه شروع بکنیم که خیلی میتونه این آیه رو بخونیم تنهایی، فکر میکنیم که بله تمام مردم این سرزمین رو خدا گفت قلقم کنید و بخون لطفا از یوشع فصل 10 آیات 40 تا 42. یوشع 10 40 تا 42. کتاب یوشع باب 10 آیات 40 تا 42. یوشع مطابق دستور خداوند خدای بنی اسرائیل تمام آن سرزمین را که شامل کوهستان، منطقه جنوبی و دامنه های کوه بود تصرف کرد. پادشاهان و مردمان آن را از بین برد، همه را به کلی نابود کرد و هیچ جانداری را زنده نگذاشت. مبارزه یوشع از قادش برنی شروع شد و تا غزه و تمام سرزمین جوشن و جبعون رسید. همه پادشاهان و سرزمین های ایشان را در یک زمان تسخیر کرد، زیرا خداوند اسرائیل برای ایشان جنگ می کرد. بسیار. این آیاتو که بخونی، آقا همه رو کشت، اصلا انگلیسیش که جالبه، میگه که همه چیزی که نفس میکشید، میگه که he utterly destroyed all who breathed، همه چیز رو کاملا نابود کرد که نفس میکشید. هر ترجمه قدیمی میگه هر زی نفس، یعنی هر چیز زنده ای رو. بله، یعنی آقا اصلا همه، تمام مرد و زن و بچه و گاو و گوسفند و حیوانات و همه چیز اینا اصلا رفتن درو کردن، تمام پادشاه ها رو کشتن، تمام شهرها رو گرفتن بر طبق دستور خدا و خدا هم اینو بهشون داد. حالا ولی واقعیت اینه که ما آیاتی رو که در آخر یوشع میخونیم و بعد توی کتاب داوران که درست بعد از زمان یوشع هست، میبینیم هنوز این قوما اونجا هستن و خدا حتی توبیخشون میکنه که شما چرا دارید با اینها زیر نفوذ ادیان و افکار اشتباه این قوم های بین خودتون رفتید. چرا؟ حالا این چرا؟ که چرا این قوم هنوز هستن؟ مگه اونجا نگفته که همین کشت. یعنی میخوام بگم که حالا اینجا میگی که پس شما دارید اینجا، آقای ساسان میگی کلام خدا توش دروغ هست، چاخان هست. نه، صحبت حالا نویسنده خیلی باز میکنه، منم اینو بیشتر باز میکنم، ولی وقتی باید با ادبیات این متون آشنا بشیم که در اون زمان، و مثال های جالبی هم پاکوپن تو این کتابش میاره، نه فقط از نوشته های عهد عتیق بلکه از نوشته های قوم های دیگه، که این حالت مبالغه گویی یه رسمیه تو ادبیات. تو ادبیات اون زمان همه رو گرفتیم، همه رو کشتیم، همه جا رو فتح کردیم، همه پادشاه ها تسلیم شدن، ما رو همه پیروز شدیم. این حالت مبالغه گویی تو گزارش تمام اون قوم ها خیلی یه چیز رسمی، یعنی باید گفتیم باید هر متنی رو توی فرهنگ و چارچوب خودش در درجه اول تفسیر کرد. پس من و تو امروز میخونیم این دوتا آیه رو از یوشع که انگار اینا رفتن و اصلا درو کردن این سرزمین رو، ولی تو خود یوشع اشاره های دیگه ای هست. میخوام حالا نگاه بکنی واسمون. بله، که یوشع مثلا فصل 23 آیه 7. فصل 23
کتاب یوشع هست. این یوشع، خیلی هستن که با این یوشع اصلا مشکل پیدا میکنن، میگن که این یوشع بوده که اصلا این کار رو کرده، چون یک مرد جنگی بوده از شخصیتی. حالا به اونجا هم خواهیم رسید. آیه 7 میفرماید که احتیاط کنید با مردمی که در بین شما باقی مانده اند معاشرت نداشته باشید، حتی نام خدایان آنها را هم به زبان نیاورید، به نام خدایان ایشان قسم نخورید و آنها را خدمت یا پرستش نکنید. خدایان اونها رو، اون افرادی حالا که اونجا هست. حالا آیه 12 و 13، همین 23 آیه 12 و 13 یوشع. اگر از او روی برگردانید و با اقوامی که باقی مانده اند معاشرت و ازدواج کنید، باید بدانید که خداوند خدای شما آنها را بیرون نخواهد کرد، بلکه آنها دام بر سر راه شما و تازیانه برای پشت شما و خاری در چشمتان خواهند شد. خیلی خب، پس اینجا حالا یوشع میگه شاید هنوز به آخر خط نرسیدیم تو یوشع. خب حالا بریم تو کتاب داوران. برو کتاب داوران فصل 1. داوران آقای یوشع، خیلی بعد از یوشع داوران، سریع فصل 1 لطفا. آیه 21. آیه 21 میفرماید که اما طایفه بنیامین یبوسیان مقیم اورشلیم را، یبوسیان مقیم اورشلیم را بیرون نراندند. بنابراین یبوسیان تو همین سرزمین کنعانند، یکی از قوم‌های کنعان هستن، پس اینا بیرون نروندن. بنابراین آنها تا به امروز با طایفه بنیامین زندگی میکنند. هنوز پس آقایون هستن تو سرزمین. حالا آیه همین داوران 1 آیه 27 و 28 هم بخون. طایفه منسی ساکن بیت شن، تعنک مجدو دور، یبلعام و روستاهای اطراف آنها را بیرون نکردند، بنابراین کنعانیان در همون جا ماندند. خیلی، یعنی بعد از یوشع تو خود کتاب داوران میبینیم که نه، هنوز کنعانی ها هستن. پس حالا میخوام اینو بگم، حالا الان قسمت وقتمون تموم شده، ولی باید یه متن رو وقتی میخونیم باید آگاهی داشته باشیم به نوع نوشتن و ادبیات و اصطلاحاتی که رایج در زمان اون متن. پس آقا ما همه رو گرفتیم و همه رو بستیم و همه رو کشتیم، میبینیم تو خود همین کتب همچین اتفاقی نمیفته. این یه حالت مبالغه گوییه که داره میگه بله پیروز شدیم، پیروز شدیم، سبک ادبیشونه، سبک، ولی این پیروزی نهایی اونطوری نیست که ما الان تصور کنیم اینا رفتن همه رو بلاغم کردن و هر چیزی که نفس داشت رو اینا رفتن سر بریدن. حالا صحبت هنوز خیلی داریم که ادامه میدیم توی قسمت بعدی. خیلی ممنون از توضیحات شما. یک برنامه میبینیم به اتفاق. عزیزان در بخش بعدی ما رو همراهی کنید. در دنیایی که در آن زندگی میکنیم سوالهای بیپاسخ بسیاری وجود دارد، سوالاتی که انسان قادر به درک آنها نیست. در این جهان بیکران و پر از شگفتی عظمت خالقی قادر و بی‌همتا نمایان است. اکنون سوال این است، چطور می‌توان او را شناخت؟ پاسخ سوال‌های شما در برنامه کتاب مقدس پاسخ می‌دهد. دوستان عزیز، به استدیو برمیگردیم و مبحث خودمون رو در رابطه با جنگ‌های عهد عتیق و ادامه میدیم. مرسی عزیزم. من میخوام که میگم، گفتیم که پس یک مقدار ادبیات مبالغه آمیز درباره کشتارها اصلا تو خود متن هست.
که ما اگر دقت نکنیم فکر میکنیم که اینا رفتن هر موجودی رو زدن و کشتن. حالا لطفاً تثنیه فصل 7 رو از آیات 2-5 تثنیه کتاب تثنیه قبل از یوشع هست، صحبت‌های آخر موسی هست با قوم اسرائیل قبل از اینکه زمان یوشع برسه و برن سرزمین کنعان رو فتح کنن. این آیه رو بخون، آیه 2 رو اول بخون. و هنگامی که خداوند خدایتان آنها را به دست شما تسلیم و مغلوب سازد، شما باید آنها را به کلی از بین ببرید، با آنها پیمان نبندید. خب به کلی از بینشون ببرید، و این کلمه یک کلمه خیلی کلیدی هست که من اینو اصلا تا حالا نگفتم. کلمه عبری به کلی از بین بردن یا تو ترجمه قدیمی انگار هلاک کردن، یک کلمه مخصوصی به نام هرم، یا شاید همون کلمه حرام عربی، نمیدونم به هرم عبری ربط داره یا نه، مطمئن نیستم. ولی این یه وقتی میگه تو عهد عتیق چند تا آیه هم بیشتر نیست، چند جا، یعنی هر جنگی این نوع جنگ نیست، ولی یک نوع جنگ ها تو عهد عتیق جنگیه که بهش میگه هرم، یعنی همه رو باید نابود کنی، پاک کنی، پاکسازی. خب حالا این جنگ های هرم، جنگ های حرام، یا به قول ما فارسی یا عربی، یا جنگ هایی که یهوه داره دستور میده، میگم هر جنگی که مثلا داوود میکنه جنگی نیست که بگیم خدا داره تأیید میکنه اون جنگو، ولی جنگ هایی که خود خدا میگه برید و نابود کنید، اصطلاح عبریش هست هرم، به طور کلی نابود کنید. حالا دستور اول چیه؟ نابودیه. ولی ببین حالا آیات بعد، آقا برید نابود کنید، ولی حالا آیات بعد تو تثنیه چی میگه؟ از آیه 3 به بعد میخونم، با آنها ازدواج نکنید. خب اگه قرار همه رو نابود کنید دیگه چرا دستور میدی باشون ازدواج نکنی؟ یعنی اول خدا دستور میده برید نابودشون کنید، بعد ولی باشون استفاده می‌کنه، خب قراره که اینا نابود بشن، بمیرن. ولی پس می‌بینیم صحبت حالا ازدواج نکنید هست دیگه چی؟ طبعا با مرده‌ها نمی‌خواستن ازدواج کنه. زیرا آنها فرزندان شما را از خداوند دور می‌کنند تا خدایان آنها را پرستش کنند. آنگاه خشم خداوند علیه شما برافروخته خواهد شد و شما را به سرعت نابود خواهد کرد. پس باید با آنها چنین رفتار کنید. قربانگاه‌هایشان را ویران کنید. ستونهای آنها را بشکنید، شمایل الهه اشره را از بین ببرید و بت‌های آنها را در آتش بسوزانید. بخونم باز همینه. ببین پس تاکید متن روی کشتن افراد نیست، روی نابود کردن بت پرستیشونه، که حالا میگم برید همشون رو نابود کنید و باشون هم ازدواج نکنید چون بچه هاتون بعد گمراه میشن. خب اگه همه رو نابود کنید، ازدواج، قرارداد، فلان، اینا دیگه چه معنی داره؟ پس حد اگه متن رو دقیق به گوش بکنیم، نه سرسری نخونیم، ببینیم هدف عمیق‌تر از نابودیه. هدف نابودی بت‌پرستیه، نابودی ناپاکی این قوم هاست، نه خودشون. حالا تثنیه، یه تثنیه آیه دیگه داریم تو تثنیه پس 12. آیات زیاده ولی فقط داریم مثال میخوریم. 12 تثنیه 12 2 و 3. شما باید تمام عبادتگاه های مردمی را که سرزمین ایشان را اشغال میکنند از بین ببرید، چه در بالای کوها و تپه باشد و چه در زیر درختان سبز. قربانگاه ها را ویران کنید، ستونهایش را بشکنید و نشانه های الهه اشره را در آتش بسوزانید و بت‌های ایشان را قطع قطع کنید تا هرگز دیگر در آن مکانها ستایش نشود. همین. پس میبینیم تأکید خدا با قوم‌های دیگه اینجا مشکل نداره، خدا با بت‌های قوم‌های دیگه در نبرده. صحبت پس جنگ، حالا تو عهد جدید ما میگیم جنگ ما با خون و جسم نیست، جنگ ما روحانیه، ولی بُعد مهمی از جنگ روحانی رو ما تو همین جنگ فیزیکی میبینیم. هدف اشغال کردن و غارت کردن و تجاوز نیست، هدف چیه؟ پاکیه و پاکی و قدوسیت خدا داره میاد بت پرستی و فساد یک قومی رو مجازات میکنه و داوری میکنه از طریق قوم اسرائیل. و بعد میبینیم که بارها و بارها میگم توی همین یوشع و داوران که این اتفاق تازه نیفتید. حالا یه قسمت دیگه هم تو عهد عتیق هست بند. آها، این مبالغه گویی رو بذار، نویسنده خیلی جالب میگه، من اینو فقط عزیزان فکر نکنن که پس ساسان داری میگه عهد عتیق داره دروغ میگه، عهد عتیق توش اشتباه است، غلطه. واقعا اصلا صحبتی نیست، صحبت نوع ادبیات، طرز نوشتن اون زمانه. من با استاندارد
دنیای مدرن قرن 21 نمیتونم یک متن 3000 ساله رو 3300 400 ساله رو داوری کنم که چرا اینطوری گفتی اونطوری حرف میزدن. ادبیات نگارشی اون. آره، یعنی حالا مثلا نویسنده پال کوپن بامزه چند تا مثال میاره، میگه که یکی از پادشاهان مصر توتموسیس سوم مال قرن 15 قبل از میلاد گفتش که ما این دشمنمون رو فتح کردیم، همشون رو از بین بردیم، اصلا دیگه اینا وجود ندارن. ولی روایات باستانشناسی، شواهد باستانشناسی نشون میده این گروهی که یه گروهی به نام میتانی تا چند قرن دیگه هم با مصر میجنگیدن، ولی یه پادشاه گفت همشون رو از بین بردیم، دیگه رفتن، دیگه از صحنه روزگار محو شدن. از یه نکته جالبی هست، میگه که اینو توی موزه، توی یا موزه بریتانیا یا موزه لوور این سنگ هست. من هم لوور بودم هم بریتانیا، توی موزه بریتانیا که خب یه فیلم مستند درست کردیم، ولی یه سنگ دیگه از این ستونهای سنگی تو موزه لوور هم هست. این حالا نمیدونم مال کدوم یکی از اون موزه هاست، ولی یکی از این سنگایی که به نام سنگ مرنپتا اسمش هست مال 1230 قبل از میلاده، رمسس پسر رمسس دوم یکی از پادشاهان مصر، پسر رمسس دوم توی این سنگ این رو نوشته، داریم سنگ و امروز. اسرائیل نابود شد و دیگه اسرائیل وجود نداره. این پادشاه مصر نوشته. حالا توی یه جنگی رفتن با قوم اسرائیل یه ارتش رو نابود کردن، ولی روی سنگ نوشته شده اسرائیل نابود شد و دیگه اسرائیلی وجود نداره. خب اون پادشاه این مبالغه گویی رس بوده تو اون زمان، امروز هم فکر کنم رس شده، امروز هم هست. من یادم حالا جنگ ایران و عراق هر روز تو ایران خبر میدادن از ارتش صدام، ما اینقدر کشتیم، اینقدر زدیم، این همه هواپیما، این همه هلیکوپتر. آدم فکر میکرد صدام مگه چقدر هلیکوپتر و تانگ و نمیدونم تفنگ داره. حالا اینم یه داستان دیگه است. و از نوشته های آشور نویسنده مثال میاره، از نوشته های پادشاه موآب، که دائم این مبالغه گویی قسمتی از گزارششون بود، یعنی با حالت اینکه ما فتح کردیم، ما گرفتیم، ما پیروز شدیم. پس این واقعیت رو ما توی کتاب عهد عتیق هم میبینیم، همه رو کشتیم به این معنی نیست، چون میبینیم آقایون هستن و دارن ادامه میدن. ولی هدف خدا چیه؟ اینه که تفکر بت‌پرستی و فساد اخلاقی این قوم ها اسرائیل رو ناپاک نکنه. خدا داره مثل یه لابراتوار تو این دنیای گلالود، خدا میخواد یه قومی رو برای خودش جدا بکنه، قدوس یعنی جدا کردن. اسرائیل بیا با قوانین من پاک زندگی کن تا نمونهی باشی برای بقیه. حالا اگر میخوای تو این دنیای گل و گناه و کثیف یه گروه انسان گناهکار، خود همون هم گناهکارن مثل بقیه گناهکاران، حالا میخوای یواش یواش بیای روی اینا کار کنی، اینا رو آماده بکنی برای اون هدفی که در مسیح واسه شون داری. حالا تو نمیخوای این گروه دائم مخلوط بشه با این ناپاکی های اقوام دورش، پس میخوای اینا رو مثل توی سرزمینی خدا داری میبره که میخواد با افرادی که دائم میخوان اسرائیل رو به طرف بت‌پرستی بکشن، به طرف فساد اخلاقی، فساد جنسی، بی‌عدالتی، قربانی کردن انسان توی آتش به خدایان دروغ، خدا میخواد اینا رو از این ناپاکی ها جدا بکنه. هدف اینه، هدف نسل کشی نیست، هدف احیاء در اصل، باریکلا، هدف نجات پرستی نیست، هدف مغول بازی نیست، غارت و تجاوز نیست، زورگویی نیست. هدف اینه که یک قوم پاک خدا توی این اقوام گناهکار شروع بکنه نوری بشه برای نام خدا. که مسیح میگه شما نور عالمید، از طریق اعمال ما پدر آسمانی رو جلال بدن. خدا یه همچین نقشه واسه نوری برای امتهای دیگه، بله، که این داستان، این هدفه، نه چیزهای دیگه. حالا یه نکته‌ای که من نگفتم و شاید یعنی یک مچ بخواد مچ منو بگیره، ولی به خاطر وقت نمیخوام واردش بشم، به غیر از داستان یوشع و کنعان، یک بار دیگه هم توی عهد عتیق خدا همچین دستور نابودی یه گروهی رو میده، فقط یک بار دیگه.
این چیز دائم نیست. حالا میخوام چون همیشه گفتیم این فقط مال یک زمانه یک وقته و اون توی اول سموئل 15 هست. داستان نمیخوام نگاه بکنی امالکایتس امالکیا به نظرم حالا به فارسی میگیم. توی امالکایت هم این کلمه هرم این نابودی رو میبینیم و دوباره همین مبالغه آمیزی رو میبینیم تو داستان که بله سموئل رفت و همه رو نابود کرد ولی میبینیم نه این آقایون ادامه دارن میدن. پس همه رو نابود کرد به معنی این که واقعا همه نابود شدن نیست توی شاول. آره پس توی این داستان بله توی داستان شاول توی اول سموئل 15 یک بار دیگه استثنایی یه همچین حادثه‌ای رو داریم ولی به خاطر وقت من واردش نمیشم. من حالا دارم فقط تو داستان یوشع و کنعان تمرکز میکنم ولی بسیار بسیار مهمه که بدونیم این یک دستور همیشگی برای همه زمانها و همه مکانها نیست بلکه برای هدف خاص است. هنوز خیلی حرف داریم بزنیم که من دیگه تو این قسمت وقتمون داره تموم میشه. میذاریم اینو برای قسمت بعدی. بله. مرسی از توضیحاتتون. دوستان ما در استدیوی پخش برنامه آماده کردن. به اتفاق میبینیم در بخش بعدی عزیزان با ما همراه باشید. در دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم سوال‌های بی‌پاسخ بسیاری وجود دارد. سوالاتی که انسان قادر به درک آنها نیست. در این جهان بیکران و پر از شگفتی عظمت خالقی قادر و بی‌همتا نمایان است. اکنون سوال این است چطور می‌توان او را شناخت؟ پاسخ سوال‌های شما در برنامه کتاب مقدس پاسخ می‌دهد. دوستان عزیز به استودیو برمیگردیم و مبحث خودمون رو ادامه میدیم به همراه دکتر ساسان. ساسان جان حالا صحبت رو میخوام نویسنده پاکوپن به یه نکته خیلی زیبای دیگه اشاره میکنه درباره همین جنگ های کنعان در زمان یوشع و اون مسئله شواهد باستان شناسی هست که ما وقتی که خیلی خوب اینطوری که سرسری اگر بخونی گفتیم شواهد باستان شناسی نشون میده که در زمان حدود 1200 قبل از میلاد یه قوم جدیدی وارد سرزمین کنعان شده. بله. ولی شواهد باستانشناسی نشون میده که خیلی جنگی نبوده، آتش سوزی، نابودی، مرگ وسیع، همچین اتفاقاتی شواهد باستانشناسی هیچ شواهدی نداریم ازش. دو جایی که شواهد باستانشناسی نشون داده که جنگ اتفاق افتاده، دو جا، یکیش جریکو هست که اریها اریها فارسی اریها میشه و شهر آی حالا نمیدونم آی هست به انگلیسی نمیدونم چی هستش به فارسیش ولی این دوتا شهر هستن که چیز رو بخون نمیخواد بخونی ولی توی یوشع فصل 8 آیه 25 یوشع 8:25 داستان آی هست و جریکو هم که خب اریها هم که توی یوشع میدونیم فقط این دوتا شهر هست که میبینیم که جنگه توی جنگ اینا نابود شدن همونطوری که کتاب مقدس میگه ولی یه نکته دیگه که خود بندم اینو خوب نمیدونستم جریکو و آی دوتا شهر چیز بودن حالت سربازخونه بودن گاریسن بهش میگیم شهرهای نظامی بودن آره یعنی شهر سربازی یه شهر چون از نظر شواهد باستانشناسی کشف نکردن چیزی رو تو جریکو که مثلا مال یه خانواده معمولی باشه یعنی خیلی شواهد هست حالا من فقط دارم اشانتیونی بهش اشاره میکنم ولی جریکو و آی هر دو پایگاه نظامی باریکلا همینه شهرهای پایگاه های نظامی منطقه هستن
نه شهر معمولی که فکر کنیم که خب هرش اینا رفتن یا افراد بیگناه رو زدن وحشیانه نابود کردن. پس وقتی هم پس هم وقت در طبق روایات عهد عتیق و هم وقتی به باستان شناسی نگاه میکنیم میبینیم که قوم اسرائیل رفت، چند تا از شهرهای کلیدی که ارتشی بودن، پادگان نظامی منطقه بودن، پایگاه های نظامی بودن رو باشون روبرو شد، اونها رو نابود کرد. بقیه شهرها و دهاتها رو، حتی آیه هست توی عهد عتیق که خدا میگه تاکستان میگیم، تاکستان هایی که شما نکاشتید، خونه هایی که شما نساختید، مزرعه هایی که شما کشاورزی نکرد، اینا رو خدا داره به شما هدیه میده. پس اینا نرفتن همه جا رو آتیش بزنن، بسوزونن، بکشن، نابود کنن، بلکه اکثر جاها دست نخورده باقی موند توی کنعان. و این قوم اسرائیل با اقوامی که اونجا بودن، به مرور زمان قوم اسرائیل چیز شد، اونجا ساکن شد، ستل شد. پس شهرهای کلیدی که نابود شدن جریکو و آی بودن، اریها و آی که اونم شهرهای نظامی هستن. پس اینم یه نکته مهم دیگه است که خود منم اینو نمیدونستم. و دوباره اصطلاح هر مرد و هر زن و هر بچه، نویسنده قسمت‌های مختلف داره، من فقط دارم اشاره می‌کنم. این هم این نویسنده اشاره می‌کنه به یه محقق عهد عتیق به نام ریچارد هس که خیلی اینو قشنگ نشون داده با جزئیات که این اصطلاح کشتن هر مرد و زن و بچه، اینم از اون اصطلاحات ادبیه، نه اینکه حالا واقعا هر زن و بچه‌ای رو آدم باید بکشه، این از اون تیک زبون هاست که ما همه رو کشتیم، همه زن و بچه، همه مرد و زن و بچه رو همه نابود کردیم، صحبت فتح کلیه، نه اینکه حالا واقعا قوم اسرائیل بره و هر مرد و زن و بچه‌ای رو کشته باشه. اینم میگم، بیشتر از این نمیخوام واردش بشم. پس میبینیم که و بعد حالا نویسنده نکته جالب دیگه، نویسنده مثال راهاب رو میاره، راهاب توی شهر اریها که به احتمال زیاد راهاب میگه تاورن کیپر، یعنی چیز بوده به احتمال زیاد، راهاب تاورن، اینجایی که مثلا مردم میرن مشروب، مثل بار امروز یعنی. و حتی شواهد داریم که شهرهای سربازی که بغلشون یه شخصی اونجا اتاق مشروب و بار و این رو فضاها رو اداره میکرد. پس به احتمال زیاد همچین جایی بوده، جایی که راهاب مسئولش بوده. حالا نویسنده میگه ببین، داستان راهاب خیلی قشنگ نشون میده که حتی قوم اسرائیل میپذیره کسانی رو که به خدا ایمان بیارن و خدای اسرائیل رو قبول بکنن. یعنی صحبت همش داریم تاکید میکنیم، صحبت کشتن نژاد و قوم نیست، صحبت مبارزه با ادیان دروغ و بت‌های دروغه. و می‌بینیم که در دوستی باز برای قوم اسرائیل. و مثال‌های دیگه میاره نویسنده که واسه خودم هم خیلی جالب بود، که بارها و بارها می‌بینیم که افرادی که توی تورات اشاره می‌کنه که افرادی که با اسرائیل صلح نکردن، یعنی یه سری قوم‌ها بودن که با اسرائیل صلح نکردن. هدف چیه؟ هدف اینه که دعوت خدای واقعی به افراد دیگه است. و افرادی که صلح نکردن و جنگیدن و ایستادن و اسرائیل هم خب رفت و باشون از نظر نظامی برخورد کرد با یه سری شهرهای نظامی، ولی اینی که بگیم اینا رفتن و غارت کردن و نابود کردن به هیچ عنوان. و بعد خیلی جالب، بعد حالا نویسنده یه جای دیگه مقایسه میکنه، میگه تازه در مقایسه با ادبیات جنگ آمیز قوم‌های دیگه اسرائیل، عهد عتیق خیلی چیزام نوشته، تازه خیلی ملایم و مختصر مفید. گفت توی مثلا توی یوشع فصل 10 آیات 24 تا 27 تو 4 آیه درباره 5 پادشاه که اینا رفتن کشتن و نابود کردن نوشته شده. گفت حالا ما وقتی مثلا نوشته های آشورابانیپال دوم رو میخونیم، مال پادشاه آشور، همچین توضیح میده من پوست اینا رو کندم، چشماشون رو در آوردم، اینها رو به سیخ آویزون کردم، نمیدونم اینا رو من قطعه قطعه کردم. یعنی حتی میبینیم این نوع ادبیات و عهد عتیق نیومده، یعنی صحبت خونخاری و انتقامگیری و این نوع صحبت ها نیست، صحبت خیلی همچین تازه کلی رد میشه نویسنده عهد عتیق از این ماجراها. و دیگه چه نکته میخوام چند تا نکته رو سریع بگم. همین این
صحبت این که یه سری قوم‌هایی که اینو با سمون بخون، یوشع رو بخون با سمون، یوشع 11 آیه 19. یوشع فصل 11 آیه 19. یوشع فصل 19 فرمودی؟ نه، یوشع فصل 11. فصل 11. یوشع فصل 11 آیه 19. فصل 11 آیه 19. من دارم اصلا اون ترجمه میخونم که شما خیلی علاقه مندید. آیه 19 یا آیه 18 گفتی؟ نه 19 سالا، مال انگلیسی اینجا 19 سالا. ببین اونجایی که میگه هیچ شهری نبود که با پسران اسرائیل صلح برقرار کنه. تنها شهری که با اسرائیل صلح کرد جبعون بود که هویان در آن ساکن بودند، ولی همه شهرهای دیگر را تصرف کردند و از بین بردند. پس بسیار خوب. پس اینی که اینجا اشاره که میتونستی با اسرائیل صلح بکنی و اونایی که صلح نکردن و اسرائیل باشون جنگید. من یه اشتباهی کردم، الان چشم به یه جمله افتاد تو این کتاب. از نظر باستانشناسی سه تا شهر پیدا شده، نه دو تا شهر، که با آتش و حمله نابود شده. یکیش همون اریها هست، یکیش آی هست و سومیش هیزر. حاضر میگیم، حالا حاضر میگیم، چی میگیم؟ یوشع 6:24 نمیخواد نگاه کنی. یوشع 6:24 که داستان اریها هست، یوشع 8:28 که درباره آی هست و یوشع 11:13 که درباره همون شهر هیزر هستش. ولی به غیر از این ما هیچ از در شواهد باستان شناسی نویسنده میگه چیزی نداریم که نشون بده این ممالک، این مملکت همش با آتش کشیده شد، نابود شد و غیره. یه نکته خیلی مهمه دیگه، وقتمون داره ماشاءالله خیلی سری میره. بله. نکته خیلی مهمه دیگه این هستش که بارها و بارها اصطلاحی که تو عهد عتیق استفاده میشه در رابطه با اقوام کنعان، اصطلاح چیه؟ بیرون کردنه، که زمین اینها رو بیرون میکنه، خداوند اینها رو بیرون میکنه، شما اینها رو بیرون بکنید. درسته چند تا آیه هست درباره کشتار میگه، ولی خیلی آیات بیشتری هست درباره بیرون کردن. و میبینیم که پس صحبت این نیستش که همه کشته شدن تو این جنگ ها، بلکه توی این جنگ ها خیلی از این اقوام از اونجا فرار کردن و بیرون رفتن. پس این بیرون کردن قسمت خیلی وسیع تری داشته تا کشتن و نابود شدن. یه نکته دیگه هم که الان به یادم اومد از این فصل این هست که همین، حتی میگم من دیگه نمیخوام به آیات نگاه کنم خیلی چون وقتمون داره میره، ولی حتی همین کلمات نابود شدن و بیرون کردن خدا در رابطه با اسرائیل استفاده میکنه. همین کلمات همه تون رو نابود میکنم، همه تون بیرون میشید. در چه زمانی؟ زمانی که امپراتوری بابل میاد به قبیله های جنوب اسرائیل حمله میکنه. ولی آیا همه مردم اسرائیل تو اون حمله نابود شدن و کشته شدن؟ نه، به اسارت رفتن. پس یعنی منظور چیه؟ یعنی منظور این کلمات نابودی، نابود شدن، محو شدن از صحنه تاریخ، به کل هلاک شدن، هم بیرون شدن، اینا کلماتی که برای خود اسرائیل استفاده شده در آینده تاریخشون، ولی نه به معنی که واقعا همه هلاک شدن، بلکه از سرزمین به تبعید رفتن، به بابل رفتن. و یه نکته‌ای که دیگه بهش نرسیدم اشاره کنم، وقتمونم تموم شد توی استودیو و این هفته، نکته‌ای هستش که بعد اشاره می‌کنه نویسنده که خدا به اسرائیل دستور میده که هیچ وقت ارتش نداشته باشه. اینا ارتش سازماندهی نداشتن، قوم اسرائیل، اینا افراد داوطلب بودن که اومدن به جنگ. یعنی چی؟ هدف خدا این نبود که یک امپراتوری درست کنه برای اسرائیل با یک ارتش مجهز منظم که به دیگر قوم ها ظلم کنه، حمله کنه، تجاوز کنه و یه امپراتوری را بندازه. این هدف نیست. هدف اینه با یه سری قوم کوچیک، حتی بارها خدا میگه شما ارتشتون بزرگه، من تعداد کمتری میخوام. که چی؟ فکر نکنید با زور و قدرت خودتون این کارا رو کردید. این منم که جلوی شما میرم، این منم که به شما پیروزی میدم. پس تمام این ابعاد رو وقتی در نظر میگیریم، حالا این به این معنی نیست که بنده و شما اینجا حل کردیم مشکلاتی رو درباره مسئله کن، یعنی همه مشکلات رو درباره کنعان. یه نویسنده میگه که همین، شاید پاکوپن باشه، یادم نیست، یه جا میخوندم، میگفتش که شاید هنوز برای ما سوال هست درباره خدا که این چه خداییه که یه همچین دستوراتی داده.
این میخوام با این نتیجه گیری کنیم. میگه وقتی تو یه دوستت مثلا دوستت یه کاری میکنه تو از اون کارش سر در نمیاری، ولی انقدر دوستتو میشناسی که بگی خب من دوستم شخصیتشو میدونم، حالا از این کارش سر در نمیارم، میدونم وقتی خودش بیاد میتونه به من توضیح بده که دلیل این کارش چی بود. ما با یه خدای سر و کار داریم که انقدر خوبی و محبت و فروتنیش برای ما واضحه که حتی اگر سوالاتی هست که خدا اینجا چرا همچین دستوری دادی، اینجا چرا این کارو کردی، چرا این اتفاق افتاد، شاید جواب همه چراها رو نداشته باشی، ولی میتونیم اعتماد کنیم که توی نقشه خودش چیزهایی که فکرهایی که ماورای فکر ماست، دید اون ماورای دید ماست، خدا میدونه داره چی کار میکنه حتی اگر ما ازش سر درد نیاریم. پس بنده شاید جواب همه سوالات جنگهای کنعان رو شاید نداشته باشم، هنوز افرادی کشته شدن، جاهای نابود شد، آیا خدا این بهترین راه بود، این تنها راه بود؟ من بعد از چند هزار سال نمیتونم داوری کنم، ولی میدونم ما با یه خدای پر از مهر و محبت سر و کار داریم که این خدا خودش رو چه در عهد عتیق چه در مسیح نشون داده. پس داوریش روی قوم کنعان رو هم اگر من از همه ابعادش سر در نیارم، هنوز میتونم بهش اعتماد، به خوبیش، به محبتش، به قدوسیتش اعتماد کنم. مرسی از توضیحات خوب شما، ما استفاده میکنیم و حتما بینندگان عزیز هم استفاده کردن. امیدواریم که باز هم در برنامه‌های بعدی تشریف بیارید و بتونیم در خدمت شما باشیم. مرسی، خیلی ممنون از دعوتتون. خواهش میکنم. دوستان عزیز، بیننده که پای گیرنده‌هاتون هستید، برنامه ما در این وقت در این ساعت به پایان میرسه. تا دیدار دیگه شما رو باز هم به خداوند بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدار همگی شما عزیزان باد. بدرود.